سرخط خبرها. تهران ظرف چند روز آینده آماده دستیابی به توافق است. گاف جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. هشدار سازمان بهداشت جهانی به اروپا درباره افزایش ابتلا به آبله میمونی و پاسخ دندان شکن پوتین به ادعای جانسون. مشروع اخبار. تهران ظرف چند روز آینده آماده دستیابی به توافق است. به گزارش خبر 24، به نقل از بخش عربی شبکه الجزیره، یک مقام ارشد ایرانی به این شبکه خبری گفته است تهران میز مذاکره را ترک نکرده و نخواهد کرد و این مقامات واشنگتن بود که از توافق هسته‌ای خارج شده و اجرای آن را مختل کرده است. الجزیره به نام این مقام ایرانی اشاره نکرد. شبکه الجزیره به نقل از منبع یاد شده گفت ادامه روند مذاکرات وین و هدف آن حل مناقشات باقی مانده به روشی نوآورانه و سریع است. می توان به توافق قابل قبولی دست یافت و این بستگی به واقع بینی واشنگتن در مسئله برداشتن تحریم ها دارد. گاف جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. جو بایدن در سخنان خود درباره عضویت فنلاند و سوئد در ناتو به اشتباه گفت که سوئیس بی‌طرف عضو ناتو می‌شود. به گزارش اسپوتنیک به نقل از دیلی میل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این اشتباه کلامی را در اجلاس ناتو در مادرید مرتکب شد. او به سرعت اشتباه خود را اصلاح کرد و به شوخی گفت احتمالاً به خاطر گسترش اتحاد ناتو مضطرب شدم. بزرگترین خبر این روزهای ناتو این است که ترکیه مخالفت خود را با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو پس گرفته است. بایدن در سخنان خود نحوه درخواست عضویت این دو کشور در پی حمله روسیه به اوکراین را شرح داد. او گفت که رئیس جمهور فنلاند با او تماس گرفته و خواستار سفر به کاخ سفید شده است. بایدن گفت ما تماس او را دریافت کردیم. او پیشنهاد کرد که با رهبر سوئیس گفتگو کنیم. رئیس جمهور آمریکا در ادامه متوجه اشتباه خود شده و گفت سوئیس، خدای من، گسترش ناتو واقعا مرا مضطرب کرده است. هشدار سازمان بهداشت جهانی به اروپا درباره افزایش ابتلا به آبله میمونی. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، از آنجا که موارد ابتلا به آبله میمونی در قاره اروپا از دو هفته پیش تا کنون سه برابر شده است، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اقدام فوری اروپا را در این خصوص خواستار شد. مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای از کشورهای اروپایی خواست در هفته‌ها و ماه‌های آینده تلاش‌های خود را افزایش دهد تا از شیوع آبله میمونی در یک منطقه جغرافیایی بزرگتر جلوگیری شود. پاسخ دندان شکن پوتین به ادعای جانسون. به گزارش خبر 24، پوتین رئیس جمهور روسیه به لفاظی‌ها و شوخی‌های بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در حاشیه نشست‌های گروه 7 و ناتو جواب داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، پوتین در واکنش به ادعای جنسیتی جانسون درباره اینکه اگر پوتین یک زن بود هرگز به اوکراین حمله نمی‌کرد، حمله انگلیس به جزایر فالکلند آرژانتین در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر در انگلیس را یادآور شد. پوتین گفت می‌خواهم رخدادهایی در تاریخ معاصر را یادآور شوم. زمانی که مارگارت تاچر تصمیم گرفت عملیات نظامی علیه آرژانتین در جزایر فالکلند به راه بیندازد، پس یک زن تصمیم گرفت عملیات نظامی انجام دهد.